گسترش تنش میان جناح‌های تشکیل دهنده جمهوری فقیه، مسئولان نظامی حکومت ایران علیه دولت حسن روحانی در مسیر تلاش‌های این دولت برای آنچه که حل مسائلش با غرب نامیده می‌شود اظهارات تازه‌ای داشتند. نماینده فقیه در سپاه پاسداران میگوید آقای روحانی در صدد نزدیکی به آمریکاست تا نانی به او برسد. از مسئولان دیگر سپاه نیز دولت روحانی را متهم کردند که برخلاف مصالح حکومت فقیه در صدد تنش‌زدایی میان تهران و غرب است. و یک مسئول بلندپایه سپاه پاسداران میگوید دکترین مقابله با آمریکا تغییر کرده است و آقای نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان بار دیگر از آزادی بیت المقدس و آمادگی بسیج مستضعفین برای نابودی اسرائیل سخن گفته است و در این میان امام جمعه دولتی قم محمد سعیدی چهارشنبه سوری را سنتی بد و نادرست دانسته است. پیامدهای اوضاع جاری در اوکراین، در روند اوضاع در منطقه به ویژه در ایران و موضوعاتی دیگر در میان می‌گذاریم با میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر. در استودیو آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. خوش اومدیم. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان و شنوندگان تفسیر خبر در ایران فردا. خب آقای نوری‌زاده، مثل این تنشی که هست، حالا ظاهری هست، عمیق هست، هرچه هست، رو به گسترش. جناحی که تندرو نامیده میشه در برابر مواضع دولت روحانی برای نزدیکی به غرب. آقای حاجی صادقی جانشین فقیه در سپاه پاسداران حرفایی زده که میگه یه دی رفتن که با آمریکا بسازن نونی به اونها برسه، یه اشاره به روحانی کرده و همینطور حتی الله کرم هم یه مدت قایب بود و و و بقیه. این تنش رو به کجا داره؟ اولا بنده میگم اگر نانی قراره برسه، این نان به آقای روحانی نمیرسه. در واقع این نان قراره که به ملت برسه و آقای جانشین نماینده ولی فقیه و آقایون سران سپاه ماشاءالله انقدر شکمشون سیره و در پناه این تحریم ها چنان ثروتی به هم زدن که براشون اهمیتی نداره. و ببینید، جمهوری اسلامی چون از ابتدا بر پایه دروغ استوار شد، بر پایه فریب مردم استوار شد، به مردم وعده های دروغ دادن، شعارهای دروغ مطرح کردن و از ابتدا آمار در جمهوری اسلامی یعنی دروغ. بنابراین یه عده اینجوری تربیت شدن، فکرم واقعا مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر آمریکا. نمیدونستم مکفارلن میاد تپانچه و کیک و انجیل میاره بر آقای رفسنجانی. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر آمریکا، اما تو افغانستان با هم همکاری کنن. اینا رو اینا یه مقدار براشون سنگینه، سخته وقتی میبینن آقای روحانی اینطور اشتیاق داره برای اینکه با آمریکایی‌ها نزدیک بشه. و در مورد این آقای سعیدی که اشاره فرمودید، امام جمعه قم، ایشون همون کسی هستند که کشف کردن که خواهر ناتنی آقای خامنه ای گفته بود که وقتی ایشون از رحم مادر اومدن یا علی میگفتن. نمیگفت؟ میگفت، میگفت یا علی. نه، آقای خامنه ای نمیگفت.
اختیار داریم قربان. ما کودک ناطق ظاهرا در تمام ادیان کودک ناطق نداشتیم، میگن عیسی مسیح شاید اون لحظه نطقی داشته، ولی الباقی کودکان ما ناطق ندیدیم تا دو سه سالشون بشه را بیفتن. و ایشون البته سنت چهارشنبه سوری، نگران چهارشنبه سوری هستن هنوز آقای چالنگی؟ چهارشنبه سوری یعنی نفی اینا، یعنی نفی اسلام نام انقلابی محمدی ولایتی. چهارشنبه سوری یعنی چهارشنبه سوری یعنی هویت ایرانی باقی باشه، یعنی لبخند شادی. رژیمی که با مرگ سر و کار داره، من از دیروز تا حالا حالم بد آقای چالنگی، این صحنه اعدام این جوون رو که دیدم حالم بده. در کدوم دیوان خانه و جنگلی یه انسانی رو میبرم بالا و اون داد میزنه مادرم رو میخوام ببینم، فریاد مادر به گوش شما میرسه و اینا با بیرحمی کتکش میزنن و اون عجب دلاوریه. در اون صحنه دردناک، حالا صحبت به اینجا رسید، در اون صحنه دردناک یک موضوع بسیار دردناک دیگه هم هست، صلوات فرستادن. بله مردم، همینو میگم، میخوام بگم آقای چالنگی، مردم الناس و علا دین ملوکم، این واقعا حرف درستی است. مردم به خاطر وجود این رژیم فساد میکنن، اخلاق کنار رفته، اصلا معنا نداره اخلاق، چون قواعد دینی ثابت نیست، فقط تظاهره. یعنی واقعا دروغ گفتن شده جز ذات مردم، تو جیب دست حمد کردن. نمیگم همه مردم، اهانت به ملت ایران نمی کنه، این صلوات فرستاد، ولی حداقل بخشی که ساعت 5 صبح بچه‌شو ورم داره میره مراسم اعدام تماشا کنه. و این رژیم، میخوام بگم این رژیم آلوده بلایی بود به جون ملت ایران افتاد، و ملت ایران تا این بلا رو از شرش راحت نشه دچار همه این مصائب هست، این دروغ‌ها، این دستبندی‌ها. مثلا آقای خامنه ای، آقای رفسنجانی میگه از اول تا آخر ژنو رو آقای خامنه ای تایید کرد. بعد دیگه این بازی ها چیه؟ من اطمینان ندارم به آمریکا. خب نداری چرا رفتی صحبت کردی؟ اقلا مرد باشین بگین آره رفتیم تسلیمم شدیم. این بازی هایی که داریم نگاه میکنیم، در جنایات بشار اسد سهیم بودن در سوریه، بازیشون تو عراق، از گلوی ملت ایران زدن به حزب الله دادن. این رژیم تا زمانی که از ایران روی آرامش و خوشی نخواهد. میریم به واشنگتن. سلام میگیم به آقای محسن سازگاره هست. سلام آقای چلنگی، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوروزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای الله کرم، رئیس شورای هماهنگی حزب الله و کار فیلم هم کرده، یه جورای نقد فیلم و صحبت درباره سینما هم صحبت کرده ایشون، وزارت خارجه میگه به وظایفی که باید انجام بده انجام نمیده. یکی حرف اینه، یک نماینده ولی فقیه هست در سپاه. چی شده؟ این دعوا چقدر واقعی است؟ چقدر بر اساس منافع و مساله اقتصادی است؟ و قراره به کجا برسه؟ والا حالا من نمیدونم آقای الله کرم بر چه مبنایی این فرمایش رو کردند و چرا میگن وزارت خارجه به وظایفش عمل نمیکنه. به نظرم این سوالیه که از خود ایشون باید پرسید که ایشون وظایفش چیه و به چه وظیفه ای عمل میکنه که دیکته همه رو تصحیح میکنه و همه هم صفر میده، نمره پایین میده. به هر صورت یک عده این آقایونی که الان ابراز نارضایتی میکنن، این جبهه پایداری ها در مجلس هستن، اون فراکسیون آقای حداد عادل هستن و بخشی از آقایون سپاهی ها هستند، دلایل متعددی داره که چرا اینطور حمله میکنن و دائما خط و نشون میکشن گاهی برای دولت روحانی. این رو من هم با آقای دکتر نوریزاده موافقم که آقای خامنه ای خودش در واقع با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. ایشون به دلیل افتضاحی که دولت ایشون یعنی دولت احمدی نژاد و اونجایی که در 8 سال گذشته به خصوص در پروژه هسته‌ای به بار آورده و کشور رو به افلاس کشونده، دلش بخواد این مشکل رو یک جوری حل کنه، یک جوری باب نفت باز بشه. همین الان
صادرات نفت به رویترز گفته بود به 1,300,000 بشکه رسیده، همشون ابراز خوشحالی میکنن. البته دیدم کنگره امریکا اخطار کردن که تو این 6 ماه قرار نیست بالا بره، امریکا دولتش جلوگیری بکنه. ولی از اون طرف اون پایگاه اجتماعی که دارن آقای چالنگی، اون گروهی که از همین شعارها تغذیه میکنند، هم آقای خامنه‌ای نمیخواد از دست بده و هم این به اصطلاح یک عرف سیاسته که وقتی جای پای ایشون شل میشه، گروه های دیگه سعی میکنن یارکشی کنن اون پایگاه اجتماعی رو، لذا این حرفا و این تندروی ها رو میکنن. به اضافه این که آقای روحانی در بندرعباس فکر میکنم ایشون مطرح کرد که وقتی این فساد 3,000,000,000 تومانی رو دیدیم، هممون تعجب کردیم تا مواجه شدیم با 9,000,000,000 تومان فساد. اسم آقای بابک زنجانی رو نیورده، ولی با اشاره های روشن ایشون او رو گفته و گفته 2,600,000,000,000 دلار پولی که ایشون یک قلم بدهکاره، همش هم فروش پول نفت نبوده، پول نقد بهش دادن ببره بدهیای ایران رو بده. من نمیدونم چه جوری دولت پول نقد بده به یک فرد حقیقی، ببره پول بده و او هم نداده و پول رو پس نداده. پس الله کرم شاید درست میگه. نه یعنی میگه وزارت خارجه کارش این هست، الله کرم نفت یا هر کسی، وزارت خارجه کارش پرداخت بدهی ها نیست. حالا مثلا یا وزارت، اون یکی وزارت خونه، وزارت اقتصاد دارایی داریم، بانک مرکزی داریم و اینها مسئول این تبادل ها میشن. ولی خود مرادم این است که وقتی آقای روحانی میگه که خود ایشون میگه، چندی پیش وزیر نفت هم گفته بود که ما فقط این فاسدی که الان هم ظاهرا زندانه نیست، بلکه احتمالا خیلی کسای دیگه هستند. ببینید این رو مسئولین در رتبه یک کشور در حد رئیس دولت و وزیر دارن میگن و اون خیلی کسایی که حالا یکیشون بابک زنجانی رو اومده، اونها باندهایی هن که یک سرشون توی بیت رهبریه، یک سرشون توی سپاهه، یک سرشون توی بسیجه، یک سرشون توی بیت بعضی از این آقایونه و بساطشون رو در سراسر کشور پهن کردن. لذا یک بخشی از این دعواها هم آقای چالنگی غیر از کشمکش بر سر یارگیری های سیاسی و مناسبی که از دست رفته، این سودهای کلان هم هست و پروژه های بزرگی هم که حضرات می گرفتن. یعنی نه تنها بر سر لاف ملا، بلکه دوشک، خونه، هرچی، زندگی یه ملتیست. بر سر خود ملا هم هستش. یعنی خود ملا هم که زندان کرده، شاید که حرف زده و اعتراضی کرده که حالا خود ملت ایران هم بغل بکنم بردارم ببرم بفروشن، حضرات ابایی ظاهرا نداره به مرور. من خواهد شد آقای نوزده، همین داستان، همین اتفاقا اینجوری جوون مردم حالا هر کاری کرده، من نمیدونم مجازات اعدام شما مخالف این بنده آقای سازگار خیلی ها. حالا بهران اینطور در ملای عام اعدام کردن، اینطور دزد و انگوشش زدن، اینطور اقدامات که هممون میدونیم، اما این داستان آقای بابک زنجانی بالاخره یا بقیه شون چرا حل نمیشه؟ یه گزارش منتشر شده بود از بس میم ر دال ز، آقای خمینی هم و تو پرانتز ر ه یه الف شین بود، ما فکر کردیم احمد شاملوس اون هم متهم بود. این چرا بالاخره حل نمیشه؟ آقا بیان بگن، هی میگن احمد نژاد یه جور میگه، میگم اینا هم یه جور. این قضیه چند بعد داره. یکی بعد رسمی قضیه است که ایشون رفته نفتی بهش دادن برای ایران فروخته، بعدم دو سه تا بانک درست کرده، یکیش هم در مالزی و از طریق اون بانک‌ها پولا رو میفرستاده ایران، بعد دولت آمریکا لیست سیاهش کرده، بانکر هم بسته و این پول مونده اونجا فریز شده و این نمیتونه بره. این جنبه رسمی قضیه است. حالا آقای روحانی میگه یا آدمای دیگه میگن که به این یه مقدار پولم داده بودن که برو برای ما سانکشن‌ها رو بشکن، این خریدار رو بکن. ظاهرا یه مقدار سر اون بحثه. مسئله سوم آدم‌هایی است که با او در ارتباط بودن، یه همچین موجودی رو کشف کردن، امکانات بهش دادن، اونا هم حق و حساب میخوان. و از همه اینا بالاتر رئیس
قاطعان تاریخ است آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل. دادستان کل رژیم جمهوری اسلامی خودش یکی از رؤسای مافیای اقتصادیه. به اتفاق یه راننده تاکسی علی آقا، ایشون برادران افراشتر گرفت، شکنجه هایی بر اینها آورد که 24 آپارتمان ازشون گرفت، برچاشون. قرازم اینه الان آقای بابک زنجانی دست ایشونه، خدا میدونه این چیکار داره میکنه باش. همون کاری که با جزایری کردن، شهرام جزایری همه اموالش رو داد، حتی پولایی که دست خواهرش بود در مالزی اونا رو هم دادن برای اینکه اینو نکشن. الان هم یه همچی چیزی در جریانه. به نظر من الان با بابک زنجانی دست آقای اژه‌ای برای اینکه پول ازش بگیره. آقای خامنه اینجا چیکار است؟ آقای خامنه‌ای هم بربر میشه، آقای خامنه‌ای خمسش رو میگیره به هر حال، سهم امامش رو هنوزم بعد از 95 میلیارد دلار هنوز. بله آقای خامنه‌ای ببینید، اولا مرجعیت حکومتی کردن، مراجع میلیاردها تومان در سال پول میگرفتن مردم، الان همه از کانال آقای خامنه‌ایه و دستوردارم نیستن، برای که آقای خامنه‌ای خرجش خیلی زیاده. شما فکر کنید هرچی تروریست شیعه هست ایشون خرجشو میده. آقای نوریزاد این که میگه خرجش این تروریست شیعه به حزب الله گیرم که 1 میلیارد 2 میلیارد 10 میلیارد میده. خب بله خیلی پوله، خیلی پوله. بله. ولی درآمد ایران توی 10 سال 7 8 سال احمد نژاد 700 800 میلیارد بوده. خب 700 800 آخه اینا ممکنه مثلا بزنن به حساب این که بله ببینید ما داریم به مسلمان‌ها میدیم. خب ببینید آقای خامنه‌ای یه سهم جدا داره از این 700 میلیارد. خب یه مقدار خرج یومیه است، خرج شده، حالا پروژه درست کردن ناقص یا درست، یه مقدار خرج شده، یه مقدار دوزیده شده. همین دوزیده شده، یه مقدار دوزیده شده، الان هی دونه دونه گوشه داره میاد بیرون، ولی اجازه نمیدن که اینا محافرید بدبخت رو میگیرن چون پشت و پناه نداره. ولی اونای دیگه دوزار راست راست داد. همه آقای محسنی اجهی داماد آقای خامنه‌ای 60 میلیون دلار پول مملکت خورده، چرا نمیده؟ خب ایناست. پسر آقای محمدی گلپایگانی تیاره خریده برای آقای خامنه‌ای، تیاره‌ای که وجود نداشته. اینه که من معتقدم چون نظم و نسقی نیست، حساب کتابی در مملکت نیست، بنابراین شما هیچ کار نمیتونید بفهمید. خدا رحمت کنه آقای مهندس صحابی سالها قبل اومد یه آماری داد بیرونمون، اواخر اواسط آقای احمدی نژاد بود که درآمد نفت رو حساب کرد، گفت 150 میلیارد گم شده این وسط. این حالا قبل از این درآمدهای کلان بود، خدا میدونه چقدر گم شده. همین من میخواستم به همین نکته برسیم، چون معمولا زیر پوشش این که داریم کمک میکنیم به اینو برای هوادارانش، خب بله هر چقدر زیاد باشه 10 میلیارد دلار. بله یه مقدار کمک میکنن، ولی کمکی که اون وقت دچار این مسائل و گرفتاری ها. خب نکته همینه. اون وقت آقای سازگار اشاره شد که ببینید این حکومت بر دروغ استوار هست، هست و نیست و مردم هم کاملا میتونن تایید کنن یا نه، در زندگی روزمرهشون کاملا میبینن. این یکی از وعده هایی که آقای خمینی داد، آب را مجانی میکنیم، برق را مجانی میکنیم، پول نفت به در خانه ها میاد و و و و همین انقلابیون یادشون هست در زمان انقلاب. الان قرار شب عیدی 25% برق باز هم گرونتر بشه. قضیه چی هست؟ بالاخره به این مردم کجا بالاخره قرار کمک بشه؟ یه چیزی رو ارزون کنم. حالا اون حرف آقای خمینی، که آقای خمینی به نظرم مثل خیلی دیگه از کسایی که جزو مخالفین اون روز بودن عقلش نمیرسید به مملکت داری و سازوکار چرخش اقتصادی کشور و تصور ابتدایی داشت از اداره یک کشور که همه چی انگار سر جاش و نفتم هست و فقط یه آدم نخور و ندوز مثلا میذاریم رأس کار و احکام فقهی رو اجرا میکنیم دیگه کشور گلستان میشه. این تقریبا خلاصه تصور ایشون بود که آدم الان که برمیگرده به مصاحبه ها و آثارشون رجوع میکنه، بدون اینکه بداند ایشون و خیلی کسای دیگه که اداره یک جامعه بزرگ در عصر صنعتی شدن و پیشرفت برنامه ریزی احتیاج داره. برنامه ریزی مکتب فقها نیست، مکتب علمیه، در واقع علم نیاز داره و صدها مسئله دیگه است. لذا اون حرف ها که باید گفت حرف های ندونمکاریه، اما
اینی که آقای چیچیان وزیر نیرو اعلام کرده 25% برق در همین ماه اسفند گرون میشه، مشکل اینجاست که حامل‌های انرژی، برق، گاز، نفت، نفت سفید، بنزین، گازوئیل و غیره با احتساب قیمت فعلی ارز برای دولت مقدار زیادی الان همین نرخی که داره میده باز سوبسید باید دولت روش بگذاره، یارانه باید روش بگذاره و دولت نداره این کارو بکنه. دولت پولی نداره در خزانش که به این حامل ها بده از یک طرف. از طرف دیگه یک تعهد بزرگ دولت احمدی نژاد برای دولت بعدی به جا گذاشته و اون پرداخت نقدی پول سر ماه به مردمه، به اضافه یک سری تعهدات بزرگ دیگه که هزینه های دولت رو هم بالا برده. نتیجتاً ناچاره که غیبت اینها رو بالا ببره، وگرنه دولت دخل و خرج نمی کنه، کسری بودجه ناچار میشه دوباره استقراض کنه، باز تورم رو بالا میبره. گویی که همین افزایش قیمت برق و سایر حامل‌های انرژی یک موج جدیدی از گرانی به راه خواهد انداخت که از بعد از سال نو در خواهد رسید. به نظرم مارکت و بازار زودتر از هر چیزی شاخک‌های تیزش میگیره و واکنش نشون میده. به محض اینکه مسئولین کشور گفتند که قرار است بعد از عید فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا بشه و در نتیجه قیمت انرژی باید بالا بره، بلافاصله چون قابل پیش بینی نیست که تورم افزایش پیدا میکنه، نرخ ریال باز هم سقوط میکنه، خودش رو قیمت دلار و برابریش نشون داد، در یه روز 40-50 تومن رفت بالا و به هر صورت این سیکل معیوبی که آقای چالنگی دولت گیر کرده درش، رکود گسترده، از سوی دیگه تورمی که هرچی دست میزنه بدترش میکنه، یک راه حل ببخشید داره و اونم افزایش تولید در کشور که اونو وقت بسیاری زمینه‌ها احتیاج داره که آقایون هیچ کدومش رو نمیبینه. یعنی مجموعه حکومت این زمینه ها رو نداره؟ نخیر، یعنی تولید در کشور بخواد بره بالا، کاری که اقتصاددانای بعد از کنز در واقع آنچنان که اقتصاددانا توضیح میدن راه‌های جدیدی که پیدا شد، در واقع مسئله افزایش تولیده که حالا افزایش تولید سمت به اصطلاح عرضه رو بالا ببرن به جای بالا بردن تقاضا وقتی که تو رکود گیر میکنه کشور، و اون راه حل بحران چیزم هست، بحران تورم هم هست. این یه کارایی میخواد، مقدماتی میخواد که هیچ کدومش الان دیده نمیشه. خب آقای نوری‌زاده ببینین، چون از هر جایی که حرکت کنین ببینین باز احمدی نژاد مطرح میشه، بله. اما واقعیت من فکر میکنم چیز دیگه است. سنگ بنا رو از اساس 23 بهمن ماه 57 انقلاب ناجور گذاشت، وگرنه قبل از انقلاب شما خاطرتون هست، متخصصین خاطرشون هست، با پایان یافتن تأسیسات ساختمانی سد رضا شاه کبیر در بالای شهر ما مسجد سلیمان، قرار بود حتی ایران در چند سال بعد بتونه برق به جاهای صادر کنه. به اینجا رسیده، الان هم برق صادر میکنن، منتها داخل خاموشی میشه، اون برق رو هم در میفرستن که عرض بگیرن. یعنی این صادر کردن برق سر جاش هست، به عراق میفرستن، به نخجوان میفرستن، پولش کنیم، بله پولشو میخوان، ولی مردم اون وقت خاموشی دوچاره. یعنی چرا که به خان رواز رو میبرن میفرشن به مسجد که اینجا اصلا به مسجد حلاله، یعنی این کاری که اینا میکنن. ولی ببینید آقای چالنگی، من براتون میگم آقای خمینی با ساده انگاری تصورش بود مملکت حجره است، یه چتکه میده دست آقای عسکرالادی تازه مسلمان و مملکت اداره میشه، تصورش این بود. یه آدم امینی هم مثل آقای بازرگان هست که همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت که جلوی دزدی رو میگیره، نمیدونه دزدی از زیر تشکچه که خودش نشسته رو شروع میشه و به جاهای دیگه میرسه. متاسفانه نظم و نسقی که تو مملکت داده شد خودش ضد نظم بود. هیچگاه کابینه‌ای که تشکیل شد صاحب حاکمیت و قدرت نبود. شما الان نگاه کنید
آقای روحانی بهترین تیم اقتصادی رو داره. توی دایره قدرتش بهتر. تو دایره خودشون وگرنه بسیار. نهاوندی آلمان نمیگم اینا کارشناسان درجه اول جهانی هن. ولی آقای نهاوندیان همون جای درس خونده که فلان کارشناس آمریکایی هم درس خونده. حرفایی که زده منطقیه. ولی اینا تا کجا میتونن جلو برن؟ وقتی بزرگترین منبع اقتصادی کشور دست آقای خامنه ایه. نه مالیات میده نه بازرسی میشه. خب دولت از کجا پول بیاره؟ صادرات نفت مالیات، صادرات غیر نفتی مالیات، یه رقم عمده است. شما تو انگلیس نگاه کنید اینجا مالیات رقم عظیمی از بودجه دولت تشکیل. اینا مالیات رو فقط بلدن از بدبخت حقوق بگیرا بگیر. کسایی که کارمند دولتن حقوق بگیرن اونو باید مالیات بدن. ولی آقای بابک زنجانی مالیات نمیده چون بالاخره در پناه مقام معظم ولایت بوده. یا خود آقای خامنه ای چرا بنیاد مستضعفان نباید مالیات بده علارغم همه پولایی که داره از دولت هم پول بگیره؟ چرا نباید دستگاه رادیو تلویزیون، شما فکر کنید آقای حاج عزت اومده با خیلی راحت 5 برابر بودجه رادیو تلویزیون رو از آقای روحانی پول خواسته و الان دعواشون شده. این پولا خرجه این نمیشه که برای مردم یه فیلم خوب بسازن، خرجه این میشه فلان روزخون رو بردارن بیارن بشه اونجا حرف بزنه. و متاسفانه چون مملکت نظم و نسق نداره، شما الان بزرگترین متخصص اقتصادی رو بیارید در ایران کار نمی‌کنه. خب اینو میشه اصلاحش کرد؟ من تصور نمی‌کنم. خب چه جوری هست؟ تا زمانی که ولایت فقیه حداقل هست نمیشه اصلاح. نه چه جوری هست؟ شما ببینید به این دایره قدرت وقتی ما اشاره میکنیم، همه این آدمایی که هستن هر کدوم برین دنبالشون در دولت روحانی سابقا هم یه کاری بود. بله درست. بدون هیچتر چجوری هست؟ همچنان این امامزاده میگیم حسن نیت هم داریم، آقای زنگنه اینو میدون سمت داشت. چجوری هست دوباره همچنان میان به امامزادهی دخیل میبندن که مطمئن معجزه نمیده؟ آقای این ببینید آقای چالنگی، به هر حال اونجا یه مملکتی هست، به هر حال این مملکت یه حیات روز به روز یومیهی داره، چکارش باید کرد؟ بالاخره یکی باید اینو اداره کنه. حالا تو زمانی که مردم بلند شن مثل اوکراین مثل جای دیگه بیان و حاکمیت رو به دست بگیرن، در این مملکت بالاخره یه عده به عنوان کارگزار، به عنوان نمیدونم تدارکچی، هر چی اسمشو میذاریم، این امور رو باید تدارک ببینیم. پیش امور صرف کنه حکومت چی؟ پیش امور صرف کنه حکومت هم هست. آقای بازرگان که شما مثال زدین، اومد راست حسینی به مردم گفت آقا برنامه‌ای نداشتیم کشور دادن دست، بعدم رفت کنار. ولی الان بعد از 35 سال برنامه دارن، چاپیدن بیشتر مردم برنامه‌شون هست. هر کی میاد سوار کار میشه میگه حداقل خودم، فامیلم، باجناقم، بچه خواهرم اینا رو عمل. آقای وزیر امور خارجه آقای احمدی نژاد اومده بود 73 نفر از اقوامش آورده بود تو وزارت خارجه. خب اینکه به فکر مردم نیست دیگه. خب آقای سازگارا ببینین، همه در تهران الان تلاش بر اینه که تمام این مشکلات رو بندازن گردن آقای احمدی نژاد و دار دسته احمدی نژاد و همه اونهایی که بوده به یه نحوی. خب اگر واقعیت داره چرا اقدامی نمیشه؟ چرا اینا رو صدا نمیکنن بیان دادگاه هایی؟ بالاخره اینا هم یه جور مفسد فل ارض که فقط جنرال های ارتش ایران نبودن که برداشتن بر پشت با مدرسه علوی اعدام کردن که نبودن، یعنی این اتهامی که میزنن یا هر ترمی که هستش چرا نمیارن آقا بگن اون 700 800 میلیارد دلار چی شد؟ بیاید توضیح بدید به ملت. بله من چون اشاره کردید که در وزارت خارجه های دکتر نوریزاده گفتن، دیروز ببخشید یک خبری بود که نمایندگان مجلس رفتن آفریقای جنوبی، در حالی که آفریقای جنوبی اعلام کرده بوده که الان فرصت نیست ملاقات نیان، اما حضرات در با اعوان و انصار بلند شدن رفتن اونجا، هیچ کار سیاسی هم نکردن و فقط گشتن و چرخیدن، صدایی که دست و خود مجلس در اومده. یعنی در این حد واقعا چیپ و بدون ارزش یه نماینده مجلس فقط برای گشتن، اونم در یه جای مثل آفریقای جنوبی به یک سفر بی حاصل بره.
شما ببینید... حاصلش رو باید از خودشون بپرسیم. یه چیزایی گرفتن آوردن، خریدن احتمالاً 4 تا سوغاتی و نمیدونم پرس زدن و وقت تلف کردن. آقای سازگار آفریقای جنوبی زمین یادمون باشه فعلا یکی از مراکز پولشویی هم هست، خود شما میدونید. آره ولی این نماینده هایی که میرن اون پولشویی رو آقای خامنه ای میکنه و عوان انصارشون با یه چار بفهمید اینا به همین در حد همین قانعن که ببرن به چرخوننشون بیارنشون. به هر حال ببینید مسئله مطلبی که در خصوص ببخشید من سوال شما یادم رفت. بعد دیگه شما رفتین آفریقای جنوبی نماینده رو اونجا رصد کرد. سوال من این هست ببینید مسئله اقتصادی مردم شب عید داره 25% برق گرون میشه، این روی بقیه مسائل اثر میذاره. حرف من اینه همه تلاش این هستش که اون یکی جنابه که آقا این وضع بحران اقتصادی ناشی از دولت احمدی نژاد. خیلی خوب بیاین آقا میگید 700 800 میلیارد دلار در این دولت حیف و میل شد، ندونم کاری شد، هر چی شد شد، چرا نمیان؟ خب اگر واقعیت داره آقای احمدی نژاد و بقیه رو بیارن جلو دادگاهی محاکمه کنن هر چی که هست، مگر اینکه از اون بگم های اون بابا میترسن احمدی نژاد یا نگرانن یا در اتفاقا اتفاقا اینم یک پدیده است تو این مملکت. این بگم یه همه ظاهرا از همدیگه گزک دارن و همه یه نوار ضبط شده دارن که یک سری اسرار مگوی دیگری رو توش گفتن از صدر تا ذیل و تهدید میکنن که اگه به ما دست بزنین اون مثلا جایست امروزه که آسون هم هست کافیس روی اینترنت یه ایمیل برای خودشون کرده باشن دیگه توی سرور گوگل سیف شده و میگن که افشاش میکنیم. شاید اینو اول لفه از آقای فلاحیان که وزیر اطلاعات بود و مطرح بود دستگیرش بکنن سر بسیاری قتلها و جنایتها شنیده شد اون موقع ها. این درسته، یعنی آقای احمدی نژاد مطمئنن همون موقعی که سر کار بود گفته میشد که آقای خامنه‌ای رو تهدید کرده بود به اینکه من از اسرار پسرت مشتبه رو افشا خواهم کرد تا دیگرانی که دارم، و اون بحث 100 و چند هزار پرونده‌ای که ایشون از وزارت اطلاعات دزدیده و بلند کرده. اون که قطعا درسته، البته در هفته گذشته مطرح شد که آقای رحیمی معاون اول ایشون که یکی از اتهاماتش، چون ایشون ظاهرا دستش تو خیلی کارها بوده، مسئله پرونده بیمه ایران که شناسنامه مرده ها رو درست میکردن، بیمه عمر بابتش میگرفتن و 70-80 میلیارد تومان حداقل سوء استفاده از بیمه ایران شده، پرونده معروف به خیابان دکتر فاطمی، این پرونده متهمش آقای رحیمی هستش. هفته گذشته مطرح شد که قرار مجرمیت براش صادر شده، البته فعلا قراره در واقع، حالا تا بازپرسی و دادگاه آیا ایشونو بگیرن یا نه. و البته وکیل ایشون اعتراض کرده بود که میرم از اون منبع آگاه خبرگزاری ایسنا شکایت میکنم، میدونیم اون منبع آگاه کیه که اینو گفته و از این حرفا. ولی من شخصا فکر میکنم آقای چالنگی به جایی نمیرسه، یعنی این میگیریم و میبریم و اینا نشان داده آقای خامنه ای، این که یه بار گفت پرونده 3000 میلیارد تومان گفت کشش ندین، ایشون ترجیح میده بزنه زیر فرش آشغال و صداش در نیاد، ظاهرا ایشون به دزدی هم حساسیتی نداره و ترجیح میده درشو بذارن لاپوشونی کنن، یکیش به دلیل همین پرونده هایی که از همدیگه دارن، یکیش هم به دلیل اینکه خود ایشون دستش در این فساد هاست، همون زباغ رعیت ملک اگر خورد سیبی برآورند رو آیا درخت از بیخی که سعدی میگه، ایشون یه دونه سیب هم نخورده از این درخت، درخت رو از جا کنده و زیر بغلش باغ رو درخت که جای خود داره البته باغ سیب و ایشون به قول شما برداشته بغل کرده، لذا مشکلی نمیبینه که ظاهرا فساد رو ایشون مشکلی نمیبینه و ترجیح میده که مردم غریبه باشن صداش هم در نیاد درشو ببندن، میخواد حالا احمدی نژاد باشه، میخواد پروژه های سپاه باشه و میخواد به خصوص آقای دکتر منصور فکر میکنم اقتصاددان
برجسته‌ای که در خارج تشریف دارن، آقای حسن منصور، دکتر حسن منصور، یه برآوردی کرده بودن که نزدیک به 40% اقتصاد ایران بیرون از کنترل قرار داره، یعنی نه مجلس حق داره به اینها نظارت کنه، نه وزارت دارایی و اداره مالیات حق داره سراغشون بره، نه روزنامه نگارا اجازه دارن نزدیک بشن بهش، و اینها مؤسساتی که زیر نظر شخص رهبری، زیر نظر ارگانهای نظامی انتظامی و غیره، همشون هم که معافیت دارن. و بنابراین در یک چنین چیزی به نظرم اینی که حالا توقع داشته باشیم من و شما احمدی نژاد رو بگیرن بیارن و دراز بکنن، به نظرم توقع که عملی نخواهد شد، ضمن اینکه مشکلات اقتصادی کشور فقط به دوره 8 ساله احمدی نژاد بر نمیگرد. آقای نوری‌زاده، ببینید این آقایون در تهران برای همه عالم آدم تعیین تکلیف میکنه. آقای نقدی که گفته باید دیگه آماده هستیم، میخوایم بریم بریزیم سر صهیونیستا و آمریکا و دیگه نابود کنیم و تموم کنیم کارو بریم. آقای معاون آقای جزایری، ایشون هم گفته که اومده گفته ما باید از جنبش‌های جدایی طلبانه آمریکا، استقلال طلبانه حمایت بکنیم و این ایالت‌ها میخوان مستقل باشن، خودمختاری داشته باشن، این دولت مرکزی جنایتکار، همه اینا نمیذاره. گیرم که آمریکا دشمن فرض کنیم، آیا نباید دشمن رو درست شناخت؟ یعنی این بابا معاون ستاد نیروهای مسلح کشور مهمی در منطقه مثل ایرانه، همون نیروهای مسلحی که این معاون ستادش باشه. واقعا آدم افسوس میکنه که آقای جزایری هنوز این مردک نمیدونه که تو امریکا نظام حاکم بر امریکا نظام فدراله و هر کدوم از ایالت‌ها دارای کنگره هستن، یعنی دارای مجلس سنا هستن و دارای مجلس نمایندگان. گاورنر یا فرماندار ایالت انتخابی، از جانب مردم انتخاب میشه و ایالات در تمام امور خودمختاری دارن جز مسائل دفاعی و مسائل مالی عام که شامل کشور میشه و مسائل امنیتی و اینا که مربوط میشه به پایتخت. مجلس محلی داره و خیلی داره، حتی قوانین فرق میکنه، یه جا اعدام دارن واقعا ندارن. میخوام بگم خودمختاری به معنای واقعی در امریکاست، یعنی هیچ جای جهان مثل امریکا شما نظام فدرال رو تطبیق شده شو نمیبینید. اینقدر خودمختارن که آرنولد شوایزنگر در کالیفرنیا میشه فرماندار، انتخابش کردن فرماندار برای که... حالا میخوام بگم و... یا مثلا کلینت ایستوود میره شهرداری شهر کوچک کارمل در کالیفرنیا. میخوام بگم در امریکا این مسائل حل شده است، یعنی اصولا بنیانگذاران امریکا نظم فدرال رو به معنای واقعی پیاده کردن. بعدم ایالت‌ها چون تکه تکه به ایالت‌های متحد وصل می‌شد، بنابراین همشون دارای اختیارات تام بودن در زمینه خودشون، در زمینه مسائل داخلیشون. و این خیلی برای من جالبه که این آدم نادان در مقام معاون فرهنگی هم نشسته، یعنی این داره دستورالعمل میده بقیه سپاهیان رو از نظر فرهنگی رهنمود بهشون بده. من یادمه این آقا وقتی هم که معاونت فرهنگی نبود، در یه شغل دیگری خدمت میکرد، حرفای عجیب غریب از اینو زیاد زده بود، حرفایی که اصلا من نمیدونم از کجا میاد. اینا اون وقت هر کدومشون با چالنگ 8 تا مشاور دارن، پسرعمش مشاورش، پسرخالش، بچه همبازی تو کوچه، اینا رو همه رو آوردن کردن مشاور. این مشاورا چقدر نادانن که این وقتی اینا رو میگه براش دست میزنن. به هر حال مستضعفان آمریکا بشه تا بی جمهوری اسلامی آماده کمک برای شما که برید خود مختار بشید. حالا یک دوره قذافی مثلا میگه ما از سرخپوستای آمریکا حمایت میکنیم، اون یه حرف آدم میتونست بفهمه، مثلا سرخپوستا احتمالاً ناراضی ان مثلا، ولی از سرخپوستای آمریکا یه نفرم حاضر نشد بره جمهوری اسلامی. از اون روز اولی که اینو درست کردن هی دعوت کردن، حالا یه مدت به کانادا یادتون نیست درست سر زنده زهرا کاظمی اینا سرخپوستا رو کانادا رو آوردن که از حقوق مردم دیگر اونا بیشتر برخوردارن، یعنی زمیناشون رو دادن. یا تو خود امریکا شون رو مثلا در ایالتهای دیگه حق تأسیس کازینو وجود نداره، ولی به سرخپوستا دادن در زمینای خودشون. نصف لاس وگاس اونا فروختن و میگم یعنی امتیاز همچنان دارن. به هر حال نمیدونم آقای جزائری به نظرم باید یه سفری به آمریکا بره. آخه آمریکا هم میرن آبروریزی، همین آقای حاج عزت
مدیر عامل صدا و سیما جانشین قطبی بزرگ، رفته بود امریکا زیر مجسمه آزادی، ما بچه بودیم یادتون دستمون رو میگرفتیم رفیقمون میافتاد تو دستمون یا مجسمه این دست رو گرفته بود پاشم وا کرده بود اینجوری، ولی مجسمه آزادی 1000 متر اونورتر بود تو تنظیم نشد. این به خاطر فاصله ای که با آزادی دارن دیگه. بله رئیس رادیو تلویزیون آقای زرقامی با آزادی خب مناسبتی نداره، اینی که مجسمه‌ش هم باید دور باشه. حالا یک همچین وضعیتی که هست، این همه وضعیت آمریکا رو میخوان تغییر بدن، مستقل کنن و از این کارها، الان آقای سازگارا در اوکراین اوضاع رو بینندگان ما خوب اخبار دنبال کردن و میکنن دیدن از طریق ایران فردا منابع خبری دیگه همه جا، چرا نگران اوضاع اوکراین هستن؟ مثلا آقای پور محمدی وزیر دادگستری که اینم خودش از طنزهای بعد از انقلاب هست، کسی که آدم کشته جنایتکار هست، همه اینا میشه وزیر دارایی نمیشه، حالا فرق نمیکنه میتونست وزیر نفت بشه یا جای دیگه در جمهوری اسلامی که فرق نمیکنه، که تخصص مهم نیست، تعهد مهم است. آقای خمینی گفت ایشون نگرانه که خیر آقا فکر نکنین ایرانم اوکراین هست، و کسان دیگه حتی رئیس این بابا آقای فیروز آبادی که رئیس این آقای جزائریه، اون خود رئیس کله، چون خب به هر حال هیکل گنده تری هم داره، چرا نگران اوضاع اوکراین هستن؟ و از این ورم آقای حاج عبدالله حاجی صادقی هم گفت، نماینده ولی فقید از سپاه، گفته که آقا این سکولاریسم داره گسترش پیدا میکنه، چرا نگران؟ من اگر اجازه بدین فقط یک جمله به فرمایشات آقای دکتر نوری‌زاده‌ام اضافه بکنم. در حمایت از سرخپوستا که نیست. فقط میخوام اینم عرض بکنم، امثال آقای جزائری حالا واقعا که آدم افسوس میخوره، ولی یک نکته اساسی تری رو این حضرات تو این حرفاشون یا نمیدونن یا تغافل میکنن، و اون که این ممالک دموکراتیکه، به فرض محال هم اگر مشکلی باشه با مکانیزم رأی و رأی گیری حل میکنن. شاید ماجرای کبک در کانادا خب بزرگترین چیزیست، فرانسه زبانها و انگلیسی زبانها چند سال پیش به رأی گذاشتن، جداشن، اگر رأی می آورد جدا میشد، احتیاج به جنگ و دعوام نداشت، رأی هم نیاورد، البته یه درصد کمی اهالی کبک رأی دادن همه و جدایی رای نبرد. به فرض محال هم اگر قرار باشه ایالتی در امریکا مثل تکساس 50 سال از امریکا جدا بوده برگشته، قرار باشه یه روزی تصمیم بگیرن مردم و این ایالت از اتحادیه امریکا بیرون برن، اینجاها احتیاج به کشت و کشتار و سرکوب نداره، آقایون به خودشون نگاه میکنن، احتیاج به انقلاب و شورش هم نداره، صندوق رای میگذارن و سازوکار رای حاکمه. اما مسئله اوکراین آقای چالنگی، حضرات حق دارند نگران باشند، برای اینکه در آینه اوکراین خودشون رو نگاه میکنن. اولا که آقای یانوکوویچ وابسته به روس ها بود، پرو روس بود، رئیس جمهوری که الانم فرار کرده رفته اوکراین، رفته روسیه، و حضرات خودشون رو میبینن که متحد روسن. روزنامه کیهان در جیگر خودش رو در آورده بود که از به چیز رسیدن، نمیدونم حکومت امریکایی اومده رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی، هر وقت از این خانم تیموشنکو اسم آورد گفت عامل آمریکاست، به دلیل اختلاس 7 سال زندان افتاده، به کمک امریکایی ها برگشته. اتفاقا امریکایی ها هیچ کاری هم در اوکراین نکردند، از قضا شاید این سرزنش به امریکا هم باشه که کابینه آقای اوباما هست، به معمولش کمتر حالشو داره اصلا در امور دنیا حرفی بزنه، و شاید اروپا فعالتر بود. نکته دیگه این است که مطبوعات داخل، بخشی از بچه های مطبوعاتی اخبار اوکراین رو به تیترای یک آوردن، صحبت بانوی نارنجی، نارنجی ها باز میگردن، کنایه از انقلاب نارنجی، که آقایون خیلی خوب میدونن این کنایه به جنبش سبز ایرانه و کنایه به حرکت مردمه و شورش مردم که یک حکومت فاسد رو پایین بیارن. دیگر چیزی که آقایون رو نگران میکنه این است که میگم در آینه اوکراین خودشون رو میبینن، اوکراین در بین بلوک شرق
حکومتی کشوری است که مشکل فساد اقتصادی که از کمونیست ها به جا مونده بود حل توش نشده، درست مثل فسادی که الان در ایران هست، و به همین دلیل هم وضع اقتصادی بسیار نابسامانی داره، علارغم اینکه کشوری بسیار با پتانسیل و با امکانات و توسعه یافته است در بسیاری زمینه ها. به هر حال اوکراین، آقای چالنگی، آقایون حق دارند به نظر من، آقای پور محمدی، این که به زبون میاد نگرانی که مطمئنن آقای خامنه ای بیش از او داره، او این دلنگرانیشون رو دارن اعلام میکنن. و اوکراین به هر حال امروز که داریم صحبت میکنیم، اون بخش روس تبارش به خصوص در جزایر کریمه رو روسها تحریک میکنن، افراد مسلح ریختن فرودگاه رو گرفتن، پارلمان رو گرفتن، پرچم روسیه نصب کردن، و یک مقداری شبیه بحران موشکی کوبا در دهه 60 شده، بلوک غرب اخطار کردن به روسیه دخالتی اگر بکنی. به شدت هم دیروز آقای چاکیگل وزیر دفاع امریکا به شدت اخطار کرده بود، وزرای عضو ناتو اخطار کردن. شخصا البته فکر میکنم که آقای پوتین حد اکثر همین روس تبارها رو به خصوص در کریمه که براشون استراتژیک تحریک خواهند کرد، ولی جرأت این که دخالت نظامی به سبک مجارستان 56 یا چکسلواکی دهه 60 بکنن به هیچ وجه فکر نمی کنم داشته باشن. خب آقای نوروزی، حکومت فاسد، وضعیت اقتصادی چنین، نگران اوضاع اوکراین هست به ایران سرایت نکنه، وضعیت حقوق بشر اون، وضعیت معیشت مردم این، همه اینها هست، پای این حکومت ایران کجاست؟ پای اصلش گفتن اون روزی که حکومت نوک نیزه رو به عنوان محل اقتدار خود قرار داد، خودش هم آسیب خواهد دید. ببینید الان شما نگاه کنید، در تمام ایران چند ارگان امنیتی بر زندگی مردم نظارت میکنه؟ اولا در هر دستگاه دولتی یه حفاظت اطلاعات و یه حراست اطلاعات هست. وزارت اطلاعات رو داریم، اطلاعات سپاه رو داریم، اطلاعات نیروی انتظامی، اطلاعات ویژه مقام معظم رهبری، دستگاه آقای اسخر حجازی. اینا هر کدوم حالت نظارتی بر اعمال و رفتار مردم دارن و بر عملکرد یکدیگر. این است که شما با یک مجموعه نامتجانس روبرو هستید که تنها تجانسشون چاپیدن مردمه، در این با هم دیگه توافق دارن، و اگر توشون یه آدم صالحی هم پیدا بشه که اهل دزدی نباشه، چنان در معرض حمله و اتهام قرار میگیره که نفس نمیتونه بکشه. آقای چالنگی، برمیگردم به اون نکته، مردمی 35 سال هر از زمانی که موقعیتی حس کردن علیه نظام بلند شدن، نظام با نهایت وحشیگری و سرکوبگری این جنبش ها رو خفه کرد. نبود یک مجموعه اپوزیسیون باز متجانس، مردم احتیاج دارن، مردم میخوان یک مجموعه باشه که بتونن بهش نگاه کنن، خودشون نمیتونن تولید کنن. مشکله چرا؟ مشکله، یعنی هستن، قابلیت های زیادی در داخل کشور هست، ولی طبیعتاً به خاطر نبود آزادی ها، به خاطر سرکوب شدید، مردم ناچارن تکیه به یک مجموعه داشته باشن که آسیب پذیر اونجوری نباشن. در خارج از کشور شما انواع و اقسام قابلیت ها رو دارید. اگر ذره ای فکر میکنن در جنبش سبز رژیم چرا وحشت داشت؟ چون قابلیت های خارج به داخل متصل شده بود. هر زمان این دیوار جدایی رو ما بتونیم بندازیم، اون زمانیست که رژیم هیچ کار نمیتونه بکنه. این رژیم قوی تر از رژیم اوکراین نیست، قوی تر از رژیم چاوشسکو نیست. حرف شما رو اگر من بخوام بازش بکنم، میشه به این نتیجه رسید که این حکومت فقط بر سرنیزه متکیست و تمام این گروه ها و تشکیلات میشه به وجود بیاد؟ بله، سرنیزه متکیست و پول، رشوه، خریدن وجدان ها. و ببینید آیه چالنگی، نیا کنید در رژیم گذشته، علارغم حالا همه چی که راجع به استبداد و نمیدونم مداخله در انتخابات و غیره میکردن، ما پارلمانی داشتیم که زمانی که فضای سیاسی ایجاد شد، در درون این پارلمان انسانهای بسیار قابل و وطن پرستی ظهور کردن، فرصت طلب هم بودن، اما یه مجموعه از اون اومدن حرفشون رو زدن، ایستادن جلو حکومت
و بالاخره الان کی میتونه در مجلس حرف بزنه؟ نمایندگان مجلس ششم چند تاشون الان فراری در خارج از کشورن؟ شما نگاه کنید که مهندس خوینی ها یکیشون بود، مهندس خوینی یا آدم سالم صادق پاشد رفت زندانهای مخفی سید علی آقا رو پیدا کرد که چجوری دزدی های تو ایران ناسیونال رو کشف کرد، الان کجاست؟ در امریکا، جایی که شما زندگی میکنید. و نمونه های دیگری هم هستن، یا خونه نشین شدن یا زندانن یا نمونه هاشون در این میبین. برابری میخوام بهتون بگم در این حکومت حتی نماینده مجلس مسئولیت نداره. میگن نخیر آقا مسئولیت ایشون زیر خط ولایت فقیه، نمیتونه به راجع ولایت فقیه. حرفی که آقای پور نجاتی چندی قبل زد خیلی حرف مهمی بود. اصلا در نماینده مجلس در جمهوری اسلامی در اندیشه این نیست که مردم رو نمایندگی بکنه، در اندیشه اینه که دوره دیگه هم انتخاب بشه، امتیازات رو داشته باشه، توی شهرش زمین بر خیابون از استاندار بگیره. حرفش اینه. متاسفم. خب آقای نوری‌زاده حرف ایشون هست که این حکومت فقط با تکه بر سرنیزه است که ماندگار حکومت میکنه. با اوکراین تفاوت بسیار داره. تفسیر شما رو میشنم. این درسته، حکومت جمهوری اسلامی حداقل در اون منطقه صاحب پیچیده ترین و مکارترین دستگاه سرکوب و دستگاه سرکوب چند لایه و پیچیده‌ای که اندل اختزام باهوش عمل میکنه. اما به نظرم این همه ماجرا نیست. حکومت به هر حال بخشی از طرفداران خودش رو، حالا بسته به این که چطور نگاه بکنیم، ولی سنجش افکار حداقل نشون میده که یه عددی حدود 6% 7% مردم پشت این حکومتن. درسته اقلیت بسیار ناچیزی نسبت به اکثریت ملت، اما اون اقلیت رو خوب سازمان میده پشت سر خودش، موضوعی که اکثریت مخالف نمیتونه اون سازماندهی رو بکنه. نکته دیگه آقای چالنگی این است که در تمام این حوادث، در تمام مبارزاتی که در دنیا پیش میاد، طبقه متوسط که طبقه ارتش دموکراسی معروفه، به تنهایی زورش به حکومت‌های دیکتاتوری نمیرسه، نیازمند طبقات فرودسته. فرودست که میگیم در واقع ورکر کلاس، طبقه کارگر، نه به معنی الزاماً درآمدی یا فقر و غیره. ولی در ایران هم ما طبقه کارگر نیرومندی داریم. 13 میلیون خانوار ایرانی زیر پوشش سازمان تأمینند که از این تعداد لاقل نیمی، یعنی 6.5 میلیون حداقل ما کارگر صنعتی داریم که در کارگاه‌های 10 نفر به بالا کار میکنن. ضمن اینکه اون 6.5 میلیون الباقی هم برای بخش خدمات در کارگاه‌های کوچکتر و غیره هستن. در نظر بگیرید که کل کارمندان دولت که در ردیف طبقه متوسط محسوب میشن 3 میلیون خورده‌ای هستن. حالا بسته به اینکه آمار وزارت دفاع و وزارت اطلاعات رو چند نفر بگیریم که نمیدونیم. بنابراین طبقه کارگر ما طبقه بسیار بزرگی است، طبقه نیرومندی هم هست. مستقیما بالای 38% تولید ناخالص داخلی ما رو صنعت داره تولید میکنه، یعنی یک قدرت واقعی داره. این مسئله که شما بتوانید آنچنان که در لهستان اتفاق افتاد، آنچنان که در شیلی اتفاق افتاد، بتوانید طبقه کارگر کشور رو که طبقه نیرومندی هم هست وصل بکنید به طبقه متوسط ما که خواستهای دموکراتیک، حکومت مردم، حقوق بشر و غیره رو زبان گویاش بیشتر طبقه متوسطه، این یکی از اون نکات اساسی است که باید توی کشور بتونه اتفاق بیفته تا موجد حرکت‌های بزرگ بشه. نکته دیگه هم آقای چالنگی، ببینید در همین اوکراین مهم این بود که اینطور برق‌آسا از ماه آبان اعتراضات شروع شد، نهایتا هم ظرف 3 هفته انتهایی به پیروزی رسیدن. ارتش و نیروهای انتظامی بی‌طرف ایستادند.
اگرچه به محض اینکه ارتش حرکت کرد در یه روز 70 نفر کشته شدن، همون هم عامل تشدید مبارزات شد و آقای یانوکوویچ رو فراری داد. ولی نهایتا نیروی سرکوبگر بی‌طرف ایستاد. اگه نیروی سرکوبگر بی‌طرف نایسته، اون وقت میشه سوریه. در ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین مخالفین باید بتوانند از این دوگانه سازی هایی که خلاف دموکراسی و خلاف مبارزه هم هستش اجتناب کنن. منم با دکتر نوری‌زاده کاملا موافقم. دوگانه سازی های درون نظام، بیرون نظام، داخل زندان، بیرون زندان، داخل کشور، خارج کشور، هر کس که آزادی خواهه، هر کس که خواستار حاکمیت مردمه، هر کس که خواستار برچیده شدن حکومت تک نفره ولایت فقیه و دور از نظارته، باید بتوانند دست همدیگر رو بگیرن و به خصوص بخشای داخل حکومتی که در نیروهای سرکوبگر هستن رو حرکتی بشه کرد، کارهایی کرد، سازوکارهایی داره البته، که اونها هم به مردم بپیوندن. در این مجموعه است. این رو هم یک جمله عرض بکنم، خانم تیموشنکو به نظر من یک کار تاکتیکی درستی کرد که فیلمثل ما در جنبش سبز نداشتیم، و اون این بود که از مردم خواست در میدان استقلال که همین لغت میدان هم اوکراینیا به کار میبرن بمانند، چیزی که شاید شب انتخابات 88 پیشنهاد بود که مردمی که رأی دادن اون شب تا صبح در خیابون بمونن پشت دور وزارت کشور، میلیون ها نفر وایسن که جرئت نکنن تقلب کنن. و متاسفانه خب رهبران جنبش در اون مقطع مردم رو دعوت کردن رفتن خونه هاشون. این از این قبیل تاکتیک ها هم به نظر من وقتی که سازوکار راهبردی و استراتژیک درست باشه باید استفاده کرد و اشتباهات تاکتیکی گاهی خسارت های بزرگ می‌زد. و این جمله آخری طولانی‌تر از خود مطلب شد. من خب تو استفاده می‌کنم، میگم یه جمله. نه یه جایی هم میگیم کاملا با آقای نوری‌زاده موافق هستم، این در واقع ما بعدش میتونیم طولانی‌تر هم صحبت کنیم. آقای نوری‌زاده هست، ببینید یه نکته هستش که نمیشه ندیده گرفت. واقعا دو دقیقه هم وقت داریم. تهران و اصفهان و اهواز یه رکورد شکنن، اونم در آلودگی هوا در شهر ده شهر جهان. شما فکر کنید اهوازی که رودخونه توش میاد جریان داره، یعنی قاعدتا شهرهایی که کنار رود قرار دارن وضع هواشون یه گونه دیگریست، متفاوته. درست. حتی اون بغدادو که نگاه میکنید تمام اهمیتش اینه که اون رودخونه دجله تو اونجا حرکت میکنه. اصفهان زاینده رودو داشت و واقعا هوا کنار زاینده رود و تو اصفهان فرق میکرد با جاهای دیگه. به هر حال شهر پدری منه و افسوس میخورم که اصفهان آدم یا زاینده رودو خشک میبینه یا لبریز آلودگی. این آقای مهندس ملک مدنی وقتی اونجا شهردار بود این رودخونه رو واقعا احیا کرد، چقدر زیبا شد، چقدر دور و بر درخت کاشتن، چه فایده ای. وقتی شما نظامی تمام باغ‌های الهیه و شمیرانات رو همه رو نابود میکنن و جاش آپارتمان میسازن چون پول به جیب بساز بفروشا بره و سهم اینا رو بدن، با طبیعت چنین میکنن، طبیعت رو نمیشناسن. اگه 4 تا آدمی هم دلشون اونجا بسوزه فایده نداره، صداش به جایی نخواهد رسید. باز میگم مشکل ما این نیست که خانم خواهر مری بیاد محیط زیست رو اداره بکنه یا برادر رجب، مشکل ما نظام ولایت فقیه. تا وقتی باشه این بدبختی ها رو داریم. تو بولوار الیزابت موش میاد بالا، یه وقتی بوی نسترن و ریاحین نوروز که میشد پر از گل بود اونجا، حالا موش میاد برامون. آقای سازگارو یک جمله آخری رو میشنویم از شما در همین زمینه. محیط زیست، خانم معصومه ابتکار، تروریست سابق، گروگانگیر سابق، مسئول محیط زیست کشور من و شما و میلیون ها ایرانی دیگه است. آقای سازگارو خواهش میکنم. آقای زنگنه به هر حال قول داده که بنزین تهران و اصفهان و چند شهر دیگر رو از سال جدید بنزین با استاندارد اروپایی در واقع ارائه کنن، بنزین آلوده نباشه. قدری شاید
بهتر بشه، ولی مشکل آلودگی، مشکل ریزگردها، مشکل آب و اینها عمیق‌تر از اینه به نظرم. مشکل به این سادگی هم حل نمیشه، ولی خدا کنه حالا حداقل بنزین آغشته به بنزن که از پتروشیمی ها میومد و سرطان‌زاست و اینها قولی که دادن عمل بکنه. خب آلودگی هوا در اهواز تهران باعث سرطان های زیاد شده. آمار سرطان که ما در این دو شهر داریم نسبت به یک دهه پیش هم خیلی بیشتر شده. همه ما متاسفیم از این بابت و بیماری های دیگه. با امید به روزی که هوای سالمی در ایران باشه، در همه شهرهای ایران، و هوای تازه در عرصه سیاسی، فرهنگی و همه عرصه های زندگی مردمان ایران زمین. و با سپاس از شما آقای محسن سازگارا و آقای نوریزاده عزیز در استودیو، با سپاس. سپاس. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال سند و سبلان، کوهساران تفتان دراک و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، هوایتان تازه باد.